mai... Yeki budo, yeki nabud. بچه باز زیر گنبد کبود یه خبرهای شده بود. ای بابا، جنگل بزرگی بود که توی اون جنگل یه خرس مهربون زندگی میکرد. این خرس مهربون ما همیشه برای خودش میرفت توی جنگل و میگشت و این ور و اون ور، و یه روزی از روزا یه جعبه قهوه‌ای بزرگ دید. گفت یعنی این جعبه قهوه‌ای چی میتونه باشه؟ اولش ازش ترسید و رفت قایم شد. بعدش چند روز که رفت و دید همونجا وایساده، فکر کرد شاید تکون نخوره. آخه اون نمیدونست که این جعبه قهوه‌ای بچه‌ها پیانوه. رفت نزدیک و نزدیک و نزدیک‌تر، بهش یه دستی زد و یهو یه صدای اومد. بیم! ترسید و دوباره پرید عقب. دوباره یه دست دیگه زد بهش، گفت بیم بیم، و گفت یعنی این چی میتونه باشه؟ خلاصه روزا گذشت و خرسی که هنوزم نمیتونست اسم اون جعبه چوبی چیه، هر روز میمد توی جنگل و به اون دست میزد. انقدر از صدایی که ازش در میومد خوشش اومده بود که تو فصل بهار، تو فصل تابستون، توی فصل پاییز، توی فصل زمستون میومد و میومد و برای خودش پیانو میزد. انقدر از صداهایی که از دکمه ها و کلاویه های پیانو در میومد خوشش میومد که بدون این که بدونه شروع کرد به نواختن پیانو. یه روزی از روزا همینجوری که خرسی برای خودش داشت میزد و میزد، شروع کرد چشماشو بستن و هرچی احساسی بود که از لذت بردن اون پیانو به گوشش میرسید و توی آهنگاش میزد. میزد و میزد و پیانو میزد، و هر وقت که شروع میکرد به پیانو زدن، همه دوستاش و خانوادش و فامیلاش میومدن و دورش جمع میشدن. همه از شنیدن صدای پیانو خرسی کلی کیف میکردن و لذت میبردن. یه روزی از روزا همینجوری که خرسی داشت برای خودش پیانو میزد و پیانو میزد و دوستاش دورش جمع شده بودن، یه اتفاقی افتاد. بچه سارا که با باباش رفته بودن جنگل و رفته بودن گشت و گذار، دیدن که یه صدایی میاد. بابا گفت سارا نگاه کن ببین صدا از کجاست. هرچی این برا نگاه کردن، اون برا نگاه کردن، صدا رو نشنیدن. و بابا گفت بذار من دوربینم رو درارم، و از توی کوله پشتی سبزی که بابا با خودش آورده بود دوربینش رو درآورد و شروع کرد دور تا دور جنگل رو نگاه کردن. همینجوری که نگاه کرد و نگاه کرد، باورش نمیشد چی داره میبینه. دید که یک عالمه خرس، بچه نگاه کنید چقدر زیاد، همه اونجا جمع شدن و یه خرسی هم داره پیانو میزنه. چند بار چشاشو باز و بسته کرد که ببینه درست میبینه یا نه، و بعدش هم بچه دوربین رو داد به سارا که سارا هم نگاه کنه. سارا هم که نگاه کرد گفت بابا یعنی واقعا یه خرس داره پیانو میزنه. خلاصه بچه ها سارا و باباش رفتن جلو و رفتن جلو و رسیدن به خرسی. همین که رسیدن به خرسی، سارا به خرسی گفتش که خرسی تو چقدر قشنگ پیانو میزنی، من و بابا کلی از شنیدن صدای پیانوی شما لذت بردیم. میدونی چی؟ من اومدم اینجا که به شما یه پیشنهاد خیلی خوبی بدم با بابام. خرسی گفت چه پیشنهادی؟ گفت من و بابام توی شهر کنسرت موزیک میذاریم. دوست داری بیایی توی شهر؟ خرسی که تا الان بچه شهر رو ندیده بود باورش نمیشد که میخواد بره شهر. گفتش که من بیام شهر؟ یعنی فکر میکنی من اینقدر قشنگ موزیک میزنم؟ خلاصه سارا گفت معلومه که تو اینقدر قشنگ موزیک میزنی. و بچه ها خرسی که دودل بود که بره یا نره، فکر کرد که چون تا الان هیچ وقت شهر رو ندیده، خیلی فرصت مناسبیه که بره و از نزدیک با شهر آشنا بشه. با مامان و بابا و همه دوستاش هم خدافزی کرد و با سارا و باباش سوار قایق شد و رفتن به سمت شهر. نگاه کنید، همینجوری که خرسی با سارا و بابای سارا که اسمش آرش بود توی قایق نشسته بود و داشت پارو می‌زدن،
دیدش که دوستش نقره‌ای و باباش و همه خرسای جنگل وایسادن و دارن رفتنش رو نگاه میکنن. خرسی نمیدونست خوشحال بشه یا ناراحت. ناراحت بود به خاطر اینکه از خانوادش و دوستش داشت دور میشد. خوشحال بود به خاطر اینکه داشت میرفت و یه جای جدیدی رو میدید. خلاصه خرسی رسید شهر رو بعد از روزها تمرین کردن روز کنسرت فرا رسید. سالن کنسرت که خرسی میخواست توش به نوازه و پیانو بزنه خیلی بزرگ بود و انقدر همه جای شهر عکس خرسی بود که میگفتن و حالا بزرگترین کنسرت پیانوی شهر با خرسی قهوه‌ای دارادارام. آدم ها همه بلیتاشو خریده بودن و بلیتا همه فروش رفته بود و سولد اوت شده بود و خلاصه همه رفتن و رفتن که کنسرت خرسی رو ببینن. وقتی که همه آدم ها بلیتاشون رو دادن و صندلیاشون رو پیدا کردن و نشستن توی سالن موزیک، خرسی وارد شد و همه به احترام خرسی از جاشون پا شدن. بچه ها همین که از جاش پا شدن، خرسی اصلا تعجب کرد که چقدر آدم ها مهربونن و دوستش دارن. برای همینم میدونی چی کار کرد؟ چشماشو بست و به یاد مامان و بابا و همه خرسی های جنگل شروع به نواختن پیانو کرد. میبینین جمعیت چقدر زیاده بچه ها؟ اینقدر پیانو زد و پیانو زد و پیانو زد و پیانو زد تا اینکه موزیکش تموم شد و وقتی که تموم شد بلند شد و همه حضار و آدمایی که اومده بودن کنسرت پیانو رو ببینن همه بلند شدن و براش دست زدن و تشویقش کردن. کلی گل براش پرت کردن و گفتن مرسی، براوو، خرسی، تو خیلی قشنگ پیانو میزنی، ما واقعا کیف کردیم و لذت بردیم. بچه نگاش کنی گلا رو میبینی؟ خرسی بعد از اینکه موزیکش تموم شد همینجوری وایستاد و با آدما عکس گرفت و سیدیایی که بچه ها ازش درست کرده بودن فروختن و بعدش هم خرسی جایزه بهترین موزیسین شهر اون سال گرفت و خلاصه کلی معروف شده بود. اما با اینکه این همه اتفاقای خوب براش افتاده بود و همه آدما دوستش داشتن، سیدیاشو می‌خریدن، جایزه گرفته بود و تو روزنامه‌ها همه در موردش نوشته بودن، ته دلش ناراحت بود. می‌دونین چرا؟ بخاطر اینکه دلش برای مامان و بابا خرسی و نقره و همه دوستاش تنگ شده بود. یه شب بعد از کنسرت خرسی همینجوری پله ها رو رفت بالا و رفت بالا و نشست روی پشت بوم و به دور دستا نگاه کرد. به اون بره دریاچه و به جنگل. داشت نگاه میکرد و نگاه میکرد و میگفت من خیلی بره بهم خوش میگذره. آدم ها خیلی مهربونن. اما من واقعا دلم تنگ شده برای نقره‌ای. واقعا دلم تنگ شده برای مامانم و بابام و دوستام. میدونی چی؟ یهو همینجوری که داشت با خودش فکر میکرد که میدونی چی؟ تصمیمشو گرفت و بودو بودو از روی پشت بوم اومد پایین و سوار قایق آرش و سارا و خانواده سارا اینا شد و شروع کرد به پارو زدن و پارو زدن و پارو زدن و بچه نگاه کن. پارو زد و زد و زد تا رسید به جنگل. همین که رسید به جنگل بودو بودو چار دست و پا دوید به سمت جایی که پیانوش بود و وقتی رفت اونجا میدونین چی شد؟ دیگه رفت به سمت اونجا رسید دید ای داد بیداد پیانوش اونجا نیست. خیلی ناراحت شد. گفت یعنی چی بچه قیافش رو میبینین چقدر ناراحته؟ آخه گفت یعنی چی؟ چه اتفاقی افتاده؟ و خیلی قصه خورد. فرداش وقتی که داشت به اون سمت میرفت نقره‌ای هم اونجا بود که یهو چشمش افتاد به خرسی. نقره ای گفت خرسی درست میبینم؟ تو اینجایی؟ خرسی گفت نقره ای. و خلاصه این دوتا کلی همدیگر رو بغل کردن و از دلتنگیاشون گفتن و نقره ای گفتش خرسی خیلی خوشحالم میبینمت، من و همه دوستان هر روز به فکرت بودیم.
خرسی گفت ولی بچه ها من هیچ وقت پیانوم اینجا نمیبینم، هیچ وقت فکر نمیکردم پیانوم از اینجا بره. نقره ای گفت خرسی بیا ببرم از یه جایی که میخوام بهت یه چیزی نشون بدم. و نقره ای چهار دست و پاش شروع کرد به دویدن و خرسی هم دنبالش و رفتن و رفتن و رفتن تا رسیدن به آخه بچه رسیدم به یه گوشه جنگل که اونجا همه سیدیای خرسی، همه روزنامه هاش و اخباری که ازش بود، تیشرت هایی که عکس خرسی رو چاپ کرده بود، عکس خود خرسی، همه رو از درخت آویزون کرده بودن و پایین درختم پیانوش رو گذاشته بودن. خرسی انقدر خوشحال شده بود و ایموشنال شده بود و احساساتی شده بود که از خوشحالی چشاش توش عشق جمع شد و خیلی خیلی احساس خوبی بهش دست داد. همون موقع خرسی تا داشتین عکس و سی دی ها رو میدید، نقره‌ای رفت و به بقیه خرسای شهر خبر داد، خرسای جنگل خبر داد. همه خرسا بودو بودو از دیدن این که میخواستن قهوه یا ببینن هر کاری داشتن ول کردن و بودو بودو اومدن سمت خرسی. همه از دیدن خرسی انقدر خوشحال بودن که گفتن خرسی به خونت خوش اومدی، برای ما آهنگ میزنی؟ و خلاصه بچه ها خرسی هم شروع کرد به نواختن پیانو و همه خرسی هم از شنیدن موزیکش کلی لذت بردن. و اینجوری بود که بعد از اونم قهوه‌ای و نقره‌ای با همدیگه دست در گردن همدیگه رفتن و رفتن تا یه گوشه جنگل بازی کنن. قصه ما به سر رسید، خرسی و نقره‌ای هم به هم رسیدن. دوست داشتی قصه‌مونو؟ بله؟